سلام و درود به همه دوستان و همراهان عزیز یوتیوب. من برگشتم، مریم هستم در خدمتتون. اومدم چند تا سوال رو در مورد گرفتن گواهینامه داخل کشور هلند با همدیگه جواب بدیم. جوابها از وبسایت cbr.nl، جایی که شما میرین امتحان میدین و گواهینامه رو میگیرید، اومده و کاملا اوفیشیل هست. من جوابها را از داخل این سایت در آوردم. خب میریم سراغ سوال اول. میگه فون آف ویلک لیف تایت ماخی سارتمت آت رایلس. شاید سوال خیلی از شماها باشه که از چه سنی میتونی کلاس ها رو شروع بکنی. از سن 16 و نیم سالگی داخل هلند میتونید شما کلاس های پراکتیک و تئوری گواهینامه رانندگی رو شروع بکنید و زمانی که 17 سالتون شد شما اجازه این رو دارید که امتحان پراکتیک یعنی داخل شهری رو بدید و گواهینامتون رو اگه قبول شدید بگیرید. اما یه شرط داره. به چه شرطی؟ چون شما هنوز به سن قانونی نرسیدید و هنوز 18 سالتون نشده، از 17 سالگی که گواهینامه رو میگیرید تا 18 سالگی همیشه میتونید رانندگی بکنید، اما کنار شما باید یه کوچ به عنوان کسی که گواهینامه داره باشه و باید این رو ملدن بکنید که آره میتونه پدرتون باشه، مادرتون باشه، یکی از اعضای فامیل یا خانواده باشه، دوستتون باشه، به هر حال باید کسی باشه که گواهینامه داره. میریم سراغ سوال دوم. هوفیل رایلز هب یه خمیدل نودیخ. چند تا جلسه شما نرمال لازم دارید که داخل شهر کلاس بردارید و بعدش امتحان پراکتیک یا همون شهری رو انجام بدید. طبق گفته سایت cbr.nl که همه اتفاقات گواهینامه، امتحانها و خود گواهینامه از اونجا صادر میشه، سال 2019 یک جمع آوری کردن بین دوستانی که اومدن و میخواستن گواهینامه بگیرن، اقدام یا درخواست گواهینامه رو داشتن. نرمال 39 جلسه یا همون 39 ساعت شما لازم دارید اگه رانندگی بلد نیستید. و یه چیز دیگه در مورد این سوال میخواستم بهتون بگم. شما زمانی که داخل وبسایت cbr.nl برید میتونید اونجا از خودتون تست بگیرید، یعنی اونجا یه آپشنی داره که شما میتونید تست بگیرید، چند تا سوال از شما پرسیده میشه و حالا خودشون تخمین میزنن تقریبا بهتون میگن که نرمال شما چند جلسه لازم دارید. این کار رو هم میتونید قبل از اینکه رایلز ها رو بردارید انجام بدید تا تقریبا خودتون یه بک‌گراندی از خودتون داشته باشید. میریم سراغ سوال بعدی. هو خط تئوری اگزامن آوتو. امتحان تئوری چجوریه؟ یکی از مهمترین سوالایی که من خودم قبل از اینکه گواهینامه بگیرم خیلی برام بود که این سوال رو بدونم، اما خب اون زمان زیاد نمیتونستم، یعنی نمیشناختم که کجاها باید برم و این اطلاعات رو به دست بیارم. اما داخل این سایت همه چیز واضحه. اگه هلندیتون خوبه حتما از همونجا هم نگاه بکنید. اما جوابهایی که من دارم بهتون میدم دقیق همون جواب هایی هست که داخل این سایته. سه تا اوندردل یا همون بخش داریم. اوندردل یک یا همون این خفر هرکنینگ که 25 تا سوال از این موضوع هست. اوندردل دو کنیس 12 تا سوال و اوندردل سه این زیخت 13 تا سوال. خب حالا میخوام در مورد این سه تا اوندردل یا بخش یه ذره بهتون توضیح بدم. بخش اول که 25 تا سوال داره، خفر هرکنینگ، سوالهایی هست مثل اینکه شما باید ترمز بگیری یا مثلا الان باید چیکار بکنی. الان داخل این عکس میبینید من یک فور بیلز یا همون مثال براتون آوردم در مورد این 25 تا سوال اول در بخش اول. بخش دوممون کنیس هست. شما سوالهایی رو در بخش کنیس دارید که باید بگید اول من باید برم، بعد دوچرخه باید بره، یا من الان باید وایستم برای این دوچرخه یا این فوتخانخرس که همون کسی که پیاده راه میره هستش، که کنیس به عنوان دانش هستش به فارسی. اوندردل یک خفر هرکنی به عنوان درک خطر معنی میده به زبان فارسی و
بخش سوم که این زیخت هست بینش معنی میده که 13 تا سوال هست، همینطور که میبینید. در مورد این سوال میخواستم یه چیز دیگه هم بهتون بگم. زمانی که شما این سه تا بخش رو تموم کردید و امتحانتون تموم شد، همونجا شما میتونید اشتباهاتتون رو ببینید که چه اشتباهی داشتید. سراغ سوال بعدی، What kostet Halen von ein Autoreis؟ قیمت گواهی نامه چنده؟ یکی از سوالهایی که ما همیشه با خودمون میپرسیم که من چقدر باید خرج بکنم، هزینه بدم تا بتونم گواهی نامه‌مو بگیرم. و به خاطر اینکه متاسفانه گواهی نامه ایران رو هلند قبول نداره، پس هر کسی هم که حتی گواهی نامه داره باید بره گواهی نامه هلند رو بگیره اگه بخواد که ماشین داشته باشه و رانندگی بکنه داخل کشور هلند و کشورهای اروپایی دیگه. خب قیمت گواهی نامه در هلند، یعنی گرفتن گواهی نامه از 0 تا 100، CBR میگه 2400 یورو. ولی هول نکنید، این 2400 یورو بچه ها شما اون پکیجیه که میرین ور میدارین و خب خیلی زیاد هستش و به هر حال خب گرونه به خاطر اینکه شما میرین کل پکیج رو برمیدارید. من خودم چند سال قبل زمانی که گواهی نامه گرفتم هنوز 18 سالم نشده بود و من هنوز پول نمی گرفتم ماهیانه اونقدری که بتونم برنامه بچینم برای اینکه حالا برم گواهی نامه رو بگیرم و 2400 یورو داشته باشم یه دفعه برم یه پکیج کامل بگیرم. به خاطر همین من یکی رو پیدا کردم که ایرانی هم بود و یه جورایی با هم دیگه، یعنی به من کمک کرد و من تونستم ماهیانه کم کم پول بپردازم و ماهی 2 یا 3 تا جلسه شهری داشته باشم و من فکر میکنم تا جایی که یادمه کمتر از 1200 یورو شاید کل گواهی نامه برای من افتاد. و یه چیز دیگه هم این که من از صفر شروع کردم، یعنی من اصلا رانندگی بلد نبودم. بستگی به شرایط شما داره و زمانی که شما فکر میکنید که اوکی من الان انقدر بودجمه میتونید برید، اپسی همیشه هست. اگه دوست داشتید حتما من اسم اون کسی رو که رفتم پیشش و ماهیانه پول دادم رو بهتون میگم. خب من اون شهری که بودم اون آقا بود و من نمیدونم که شماها تو کدوم شهرها زندگی میکنید، اما اگه اون سمت ها هستید، سمت آرنهم، نیمیخن، الست اینها، حتما من اینو بهتون معرفی میکنم، برید پیشش، یه آقای ایرانی هستش. پس نگران این پولی که الان اینجا میبینید نباشید. یه دفعه میگه اوه 2400 تا، پس من دیگه استارت رو نمیزنم. نه بچه، ما توی هر شرایطی میتونیم یه اپشن دیگه، یه اپسی دیگه داشته باشیم، پیدا بکنیم. به هر حال داخل هلند هم ایرانی ها یا فارسی زبان ها، افغان های زیادی هستند که این کارا رو میکنن، یا شما یه جورایی واسهتون ترمین بکنن و ماهیانه شما این پول رو بپردازید تا فشاری هم روی شما نیاد. سوال بعدی گفته What cost theory exam؟ قیمت امتحان تئوری چنده؟ قیمت امتحان تئوری داخل cbr.nl وقتی میخواین امتحان رو بدید 37 یورو. قبلش باید آفیس براک بگیرید. آفیس براک رو به این زودی نمیدن که مثلا شما الان آفیس براک بگیرید هفته دیگه بهتون آفیس براک بدن. پس همیشه فور برایدن کنید خودتون رو برای اون امتحان تئوری. 37 یورو خیلی کمه، زیاد نیست. و یه چیزی هم هست که فرپلیخ نیست که شما حتما باید کلاس های تئوری رو برید و شما خودتون زلف و ساندخ، حالا یا با ویدیوهایی که من میذارم یا هر طریق دیگه، یه بار دیگه هم گفتم داخل کتابخونه ها شما کتاب میتونید بگیرید که همه سوالهای گواهی نامه بی یا همون ماشین رو داره، از اونجا هم میتونید تمرین بکنید. سوالهایی که من هم میذارم دقیقا از همون کتاب ها هستش. قیمت ساعت‌های جلساتی که شما برمی‌دارید داخل شهر، یعنی با ماشین، رو بهتون نگفتم. بین 50 تا 42 یورو، یعنی بین 40 تا 50 یورو هستش و خب فرق میکنه. بعضیا 45 دقیقه درس میدن، بعضیا 1 ساعت، بعضیا 1 ساعت و نیم، بستگی داره که شما
کجا میرید و اونجا خب بهتون اینفورماسی میدن قبل از اینکه بخواین شروع بکنید. شما حتی یه اپسی دیگه هم دارید برای امتحان تئوری زمانی که میخواین آفیس برای بگیرید برای این امتحان داخل CBR، شما میتونید وقت اضافه رو هم بگیرید، یعنی 37 یورو برای امتحان تئوری میدید و برای وقت اضافه که 15 دقیقه هست، یعنی 15 دقیقه به وقت شما اضافه میشه، 12 یورو پرداخت میکنید که با هم دیگه میشه 49 یورو. برای گرفتن تولک یا همون مترجم شما میتونید 95 یورو بپردازید تا مترجم داشته باشید. تا جایی که من تونستم اطلاعات پیدا کنم داخل این سایت فقط به زبان انگلیسی مترجم داشت، اما خب برای اینکه 100% شما بفهمید که زبانهای دیگه هم هست یا نه میتونید زنگ بزنید بهشون و بپرسید، اما فکر نمی کنم که زبانهای دیگه به غیر از انگلیسی باشه. خب سوال بعدی، What cost practice exam aus؟ قیمت امتحان شهری چنده؟ خب شما وقتی که کلاس ها رو تمام کردید باید برید امتحان شهری رو انجام بدید داخل همین CBR. البته قبلش باید تئوری اگزامن رو خسلخت شده باشید، قبول شده باشید امتحان تئوری رو. قیمت امتحان شهری در از داخل CBR 120 یورو هست در سال 2021، اما به خاطر اینکه شما درس نمیتونید این آفیس پراک رو بگیرید یا قرار ملاقات رو بگیرید، باید رأی اسکول شما، کسی که کلاس شما باهاش داشتید، این وقت رو بگیره و یه پولی به این پول اضافه میشه که شما باید بدید به خاطر اون قراری که برای شما میگیره. و آخرین سوال، زمانی که شما امتحان تئوری رو پاس میکنید، امتحان شهری رو پاس میکنید، چه اتفاقی میفته؟ همونجا زمانی که به شما گفتن تو خسلخت شدی در امتحان شهری، شما امضا میگیرن و یه بفستخینگ میگیرن و میفرستن خمینته یا همون شهرداری. اون بفستخینگ منظور اینه که خمینته میفهمه که الان گواهینامه شما رو صادر بکنه، اما اون خودش این کار رو نمیکنه. شما باید آفیس براک بگیرید با شهرداری، برید اونجا، دو تا یا سه تا فکر میکنم عکس پاسپورت، افیشیال عکس برای پاسپورت ببرید و قیمت 40 یورو پول، البته یه ذره بالا پایین داره ولی بین 40 تا 50 یورو هستش، هر شهرداری یه ذره شاید تفاوت داشته باشه. شما میرید اون درخواست رو میدید، پول رو میپردازید و از شما امضا گرفته میشه و تقریبا یک هفته طول میکشه تا گواهینامه شما آماده بشه، میرید شهرداری و گواهینامتون رو میگیرید. داخل کانال یوتیوب من آموزش های زبان هلندی هستش، از 0 تا 100 آموزش های سوال های گواهینامه به زبان فارسی هست و خیلی از اطلاعات دیگه و ویدیوهای دیگه ای که اطلاعات برای زندگی کردن، کار و درس در هلند هست، در بلژیک هست. اگه تا الان کانال یوتیوب من رو سابسکرایب نکردید، پیشنهاد میکنم این کار رو انجام بدید. شاید اطلاعاتی که شما دنبالش میگردید رو داخل ویدیوهای من بتونید پیدا بکنید. خیلی ممنونم که من رو نگاه کردید. امیدوارم که دنبال کنید من رو و حمایت بکنید. مرسی از همه سابسکرایبایی که کردین. مرسی از همه کامنت ها و لایک هایی که همیشه انجام میدید. دوستتون دارم. ماچ به کلتون و تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.